آخرین وسوسه مسیح فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی ساخته شده در سال 1988 محصول آمریکا من پیمانه نهان قدرتی هستم دانش آموخته سینما نویسنده و کارگردان به همراه عزیزانی که معرف حضور شما هستند در سینما مکاشفه درباره فیلم هایی صحبت می کنیم که اختباسی هستند از وقایع ثبت شده در کتاب مقدس تاریخ مسیحیت و آثاری که پیرامون این موضوع هستند در سینما مکاشفه دو دوست صاحب نظر با سالها تجربه در حوزه فعالیت های خودشون من رو همراهی میکنند. شبان نیما علیزاده الهیدان مسیحی مؤسس و مدیر سازمان مسیحی مکاشفه که زمان طولانی فعالیت ایشون صرف ترجمه تدریس و نگارش مقالات تخصصی میشه همینطور دوست عزیزم مهدی گنجهی فر عزیز صدا بازیگر تاعت برنامه ساز و پژوهشگر سینما که در سینما مکاشفه ما رو همراهی میکنند خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم خیلی خوشحالم که با هفتمین برنامه سینما مکاشفه در کنار همدیگه هستیم طبق معمول با شبان نیما علیزاده شروع میکنم بفرمایید خب سلام میگم خدمت شما و مهدی عزیز خوشحالم که یک فرصت دیگه شد که با هم باشیم بتونیم راجع به یک فیلم دیگه ای صحبت کنیم امیدوارم که جلساتی که تا الان داشتیم مفید بوده باشه این جلسه هم جلسه خوبی باشه سلام و درود حالتون چطوره امیدوارم که خوب باشین و از فیلم هایی که صحبت کردیم تا الان استفاده لازم رو برده باشین تو تونسته باشین تفکیک کنین که چه فیلمی خوب است چه فیلمی بد است و چه فیلمی موثر است و به کانال تلگرامی هم سر زده باشین که ما بچه با زحمت و فیلم ها رو براتون دستبندی کردن و گذاشتن ما در خدمتونیم امروز با آخرین وسوسه مسیح مارتین اسکورسیزی همینطور که اشاره شد با فیلم آخرین وسوسه مسیح در خدمت شما هستیم نکته که در این فیلم بسیار حائز اهمیت هستش جوی هستش که این فیلم در فضای سینما و در فضای مسیحیت ایجاد کرده من برای اینکه بیننده های ما در جریان قرار بگیرن که ما در مورد چه فیلم می داریم صحبت میکنیم و قرار است که صحبت بکنیم به دو تا نکته اشاره میکنم که این فیلم بر اساس رومانی به همین نام ساخته شد و زمانی که این فیلم در واقع پخش شد خب همطور که اشاره کردم جوی رو در فضای مسیحیت ایجاد کرد تا حدی که سینمای سنت میشل در پاریس به آتش کشیده شد مسیحیان زیادی اعتراض کردند به این فیلم و مارتین اسکورسیزی تهدید به مرگ شد تا جایی که چند سال با حفاظت در مجامع عمومی ظاهر میشد و از طرفی بیل برایت مبلغ مسیحی پیشنهاد داد که کل نسخه های فیلم رو خریداری کنه که این فیلم بیش از این دیگه پخش نشه پخش این فیلم هم در کشورهای شیلی و آرژانتین و مکزیک و ترکیه و یونان ممنوع اعلام شد ما در مورد این فیلم داریم صحبت میکنیم و حالا شبان نیما علیزاده عزیز بفرمایید اینم که در واقع این برخورد و مواجهه شما با فیلم آخرین وسوسه مسیح چطور بود؟ بله خیلی ممنون معمولا توی جلسات تا اینجا داشتیم من دوست داشتم اول صحبت های عزیز رو بشنویم روی یک سری مسائل تکنیکال ولی خب میتونیم حالا این دفعه با من شروع کنیم و صحبتی که شما اول بحثتون شروع کردین خیلی جالب بود چون که من فکر میکنم حالا همین رومانی که نوشته شده و بعد از اینکه حالا بعد از یه پنج سالی اصلا خود این رمان از یونانی ترجمه میشه به انگلیسی و خیلی مهمه شما رو اثری رو که نگاه میکنید نویسنده و اون فکری که پشتشه خیلی مهمه که کی بوده خود اون چه تعلقات خاطری داشته و حالا چه ما وقتی که نیکوس کازاند زاکز, زاکیس رو نگاه میکنیم خود اون رو بعد ببینیم چه شخصیتی بوده که چنین چیزی رو اومده نوشته چون ببینید کلیت کار یه فیلم و خود رمان راجع به آخرین وسوسه مسیح داره صحبت میکنه که بعد از دو ساعت خورده یه فیلم ما تقریبا شاید یه 20 دقیقه کل داستان یعنی همش داره فیلم ساز و تو خود روایت داره یه چیزایی رو میبافه به هم تا برسه به اون اتفاقی که اساسا روی صلیب میفته و بین دو کلمه و دو, دو جمله که عیسی میگه ایلی ایلی لما سبختنی خدای خدای, خدای چرا من رو ترک کردی که از اونجا فضای فیلم عوض میشه و مسیح میره تو رویا حالا من دارم آخر فیلم آخر صحبت اولش میگم و مسیح میره تو رویا و اون دختر بچه که بعد میفهمیم که شیطانه به همون یاد اون آیه میفتیم که میگه که فرشته میگه شیطان به شکل فرشته نور خودش رو ظاهر میکنه و این داره به نوعی میگه که این شیطان تونسته در ظاهر فرشته نور در یک بچه که میگم فرشته خدام و محافظ تو هم ایسا و اومدم که تو رو نجات بدم بسته تو خیلی زرش کشیدی تو بیش از اندازه بود خدا مثل ابراهیم که اسحاق رو نکشت تو رو هم بسته یعنی یعنی جاهایی میزنه که اگه بخوام راجع به این فیلم بشینیم صحبت کنیم من راحت میتونم ده جلسه راجب این فیلم صحبت کنیم که چه ترفندایی برای تحریف استفاده شده و چ... یعنی اگر من فکر میکنم خود مسیحیان هم درصد زیادی متوجه خیلی از ارتباطات ها و مسائل الهیاتی به عمقش حداقل متوجه نخواهن چون, چون خیلی باید برن مطالعات و مطالعات تفسیری داشته باشن تا بدونن که این داره به کجا میزنه حالا خود اسکورسیزی چون کاتولیک بوده و یک ارقی داشته اصلا به کلیسای کاتولیک و بعد که خودش رو نگاه میکنیم دغدغه داشته و دغدغه مندی بوده از این جهت که اون گناه درونی و اون فساد درونی خودش رو میبیده و خیلی خیلی فیلماش دیده میشه و توی این فیلم انگار داره مسیح رو از اون مسیح بودنش میاره پایین چون اساس فیلم اینه که مسیح رو داره انسانی نشون میده ما در مسیحی دو بحث یعنی یه بحث داریم که دو تا مسئله خیلی مهم درش نهفته است که غیر از این باور و آموزه راستین اگر کسی یعنی به این غیر از این باور داشته باشه ما او رو بدعت گذار و اصلا مسیحی نمیدونیم این که بهش میگیم اینکارنشن در انگلیسی و تجسم در زبان فارسی یه اصطلاح مسیحی هستش که خداوند جسم میشه خداوند در وقتی در انجیل یوحنا یک یک میخونیم که در ابتدا کلمه بود کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود یه مقدار پایین تر تو بنده چارده میگه و این کلمه جسم شد و میان ما ساکن شد ظاهر شد و ما دیدیمش و دست دادیم و آخر و این یک آموزه مهمیه به نام تجسم که خیلی در قرون مختلف بدعت ها اومدن راجبش مسئله مختلفی صحبت کردن که این فیلم ریشش تو اونه مثلا خب این هم یه نکته ای که خیلی ها باید تاریخ رو بدونن که بدعت هایی که میاد ضد ایسای مسیح و طبیعت ایسای مسیح صحبت میکنه این که میگه ایسای مسیح فقط روح بود جسمش این جسم انسانی نبود یا اینکه از اون میگن نه جسم بود الهی نبود یه ده میگن خدا بود و خدا تغییر شکل داد شد پسر بعد تغییر شکل داد شد روح و اساسا تفکرات ناستیکی درش بوده و اینکه این تفکری ای که آیا عیسی انسان کامل بود و خدای کامل بود بسیار بسیار مهم و حیاتیه این تعلیم راستین مسیحیته و این فیلم نقض میکنه اون رو اینکه میگه که حالا می این رمان و بعد اسکورسیزی میاد میگه که نه مسیح به خاطر این وسوسه هایی که درش میبینیم پی میبریم که انسان بود و اگر انسان کامل بود پس توی تمام تجربیات ما که اشاره میکنه به حتی مسائل جنسی توی این فیلم مسائل عشقی ایسایی که در این جسم هستش و مریم مجدلیه یه فاحشه رو میاره و برجسته میکنه تو فیلم و و این رو میگه که رابطه ای داشتن اینها با هم یعنی فیلم داره میگه که مریم مجدلیه در کودکی ایسا با هم بودن عاشق ایسا بوده و انگار ایسای کودک مثلا 16-17 سالم یک علاقه داشته و از اینجا این داستان عشقی رو به جایی میاره که یک سری صحنه های خیلی اوریانی رو نشون میده که خب اینا توهین هستش و بعد حالا توی فیلم میبینیم که عیسی رابطه جنسی داره که اینا اصلا چیزهایی که خب کفر محضه ما ببینید با مادر و پدر و ناموس و اینا نمیذاریم کسی شوخی کنه و این رو هیچ جای دنیا و در هیچ فرهنگی این رو نمیگن بده آقا روشن فکر باش بذار به مادر توهین بشه بذار به پدر توهین بشه حالا ماها که انسان پدر و مادر من که انسانهای کاملی هم نیستن و گناهکارن و ممکن هزاران ضعف داشته باشن چه برسه به این که ما راجع به شخصیتی به نام عیسی صحبت کنیم که باور داریم که خدا در جسم هستش و ما اجازه بدیم یک نفر بیاد و بخواد چنین تصویری رو بیاره روی سینما ب... به, تصویر بکشه و ایسا رو انقدر انسانی نشون بده توی فیلم که اصلا الوهیتش به کنار و فیلم اینجوری شروع میشه مهدی جان ببخشید من رفتم <applause> و حالا سعی یه نقطه بذارم ولی مهمه دیگه این صحبتهای منه زمانی که فیلم شروع میشه میبینیم که ایسا داره صلیب میسازه برای رومیان که یهودیان رو روش بکشن حالا اینا که کس... اصلا اینو من بگم اصلا انقدر کم توی این فیلم راجع به روایت اصلی داریم که میتونیم بگیم اصلا هیچی نداره این فیلم هیچ چیزش مطابق با کتاب مقدس نیست دو سه جا هم داره میاره اونا هم اصلا همه رو اشتباه که با قصد بوده پس عیسی رو داره یک ایسای نجار همکار رومیان میسازه و اصلا نمیدونه کیه دغدغه و چالش های ایسا داره مثل دیوونه ها رفتار میکنه و اینکه میگه صدا میشنوم از شیطان از خداست از کیه و بعد شخصیتی وارد میشه توی فیلم که یهودای فیلمه و یهودای این فیلم از اول با عیسی رفیقن انگار داداشی و یهودا سوار بر این ایسای فیلمه و میزنتش میگه پشت رو تکون بده این مسخره چیه میزنه اصلا یه حالتی داره و میگه یعنی کمک میکنه تا انگار عیسی متوجه بشه که انتخاب شده توسط خدا که داره با کلام خدا میدونست از اول از بچگی عیسی مسیح میدونست که در معبد میگه اینجا چیکار میکنی میگه من در خانه پدرم هم من برای پدرم اومدم و حالا یه چیز پرانتز بگم بریم میتی رو بشنویم بعد من ادامه میدم خیلی منتقدین راجع به این فیلم کسانی که اسکورسیزی رو میشناسن میگن که این فیلم به خاطر دغدغه اسکورسیزی بوده این فیلم برای اسکورسیزی اصلا ممکن به هیچ دیگر دیگه پیدا نکنه این انگار برای خودش ساخته و یهودای فیلم یعنی فیلم مسیحه اون آدم است توی فیلم فیلم اونه یهودا خود اسکورسیزیه یهودایی که هی درگیری داره با عیسی هی توقع داره عیسی قوی تر باشه هی توقع داره که عیسی یه کارایی رو بکنه یه کارایی انگار این اسکورسیزی این توقع رو از مسیح داشته و میاد بر اساسش میسازه و میره جلو و اصلا یک اه... یک ای هستش که یک تم مسیحی توش داره مهدی بر اساس در واقع مطالبی که و نقد هایی که نوشته شد فیلم فیلم آخرین وسوسه مسیح رو به لحاظ تکنیکال فیلم قدرتمندی شناختن از طرفی هم اسکورسیزی با همین فیلم نامزده در واقع جایزه اسکار میشه و اون طرفم پیتر گابریل هم که موسیقی فیلم رو کار کرده بوده جایزه بهترین در واقع موسیقی مت رو برای جایزه گرمی میگیره با تعریفی که حالا برای این فیلم داریم به هر حال داره یه جورهایی نشون میده که این فیلم به لحاظ ساختاری به لحاظ ساخت کارگردانی و بخش فنی فیلم قابل قبولی هستش نظر شما چیه در این بخش؟ خب یه نکته که خیلی مهمه اینه که ما نباید نقش پول شریده رو اصلا جدا بدونیم نویسنده و دراماتورج اون کتابی که از روش نوشته شده ارزم به حضورتون که نویسنده اصلی کتاب زربای یونانی هم نوشته که بعدها فیلم شد با بازی خیره کننده ی آنتون کوین و نمیشه روش حرف زد نویسنده ای که این رو نوشته پول شریدر اومده به خاطر اینکه آقای اسکورسیزی یا اسکورسیزی حالا من ما اینو بهتون بگم ما سه نوع تلفظ زبان انگلیسی داریم بریتیش، امریکن و پرشین اینو بهتون بگم که حالا ما اینو پرشیان تلفظ میکنیم ببینید اسکورسیزی یه تیم برنده داره. یه تیم برد بورد داره که سال 76 راننده تاکسی رو ساخته، سال 80 گاو خشمین رو ساخته، بعد اومده شادر آیلند رو ساخته. و نمیدونم گرگ وال استریت رو ساخت سالهای بعد که ازش هم خیلی نمیگذره و خب همه دیگه میشناسنش دیگه این اصلا بر کسی پوشیده نیست و ما با یه قطعه فیلمسازی به نظر من فوق‌العاده روبرو هستیم داستان رو کاری ندارم از لحاظ ساختار فیلمسازی دارم بهتون میگم که دقیقا سال 1980 یه فیلمی ساخته شد که این فیلم از لحاظ فیلم برداری بی نظیر بود از لحاظ لوکیشن بی نظیر بود از لحاظ پوشش لباس بی نظیر بود ولی یه جاهایی یه سوتی های هم داشت بذارید از, از کلمه سوتی استفاده بکنیم بازیگر اصلی فیلم آقای دافو که نمیدونم آقای اسکورسیزی سفارشی این فیلم رو شاید ساخته شاد ب... حالا من شاید قبل... شا... قبل... نداشته باشم که خود اسکورسیزی یهودای فیلم باشه ولی من میگم آقای اسکورسیزی توی این بره زمان اه... به نظر من سفارشی این فیلم رو ساخته چرا؟ چون که یه کارگردانی که با این کارنامه از این میاد یه همچین فیلمی رو میسازه به چند تا نکته دقت نمیکنه یعنی دیگه میسفاره دست منشی سحنش میره یه نکته یه فیلم من بهتون میگم الان تو ذهنتون میاد زمانی که مسیح داشت مصلوب میشد و اولین میخ رو که سرباز کوبید آقای دافو وقتی فریاد میزنه شما پر کرده دندونای ایشون رو میبینید خب از لحاظ یه فیلم ساز بزرگ از یه زاویه قاب اینجوری فیلم گرفتن که بخواد نشون بده که آقا زمان پر دندونی هم وجود نداشته بعیده که به نظر من اصلا اسکورسیزی بخواد نظارت کرده باشه برای این کار و صرف اومده اطمینان کرده به شریدری که راننده تاکسی رو براش نوشته نمیدونم گاوه خشبگی رو براش نوشته و و کارهای دیگه که با هم کرده به تیمش اطمینان کرده و من من احساسم بر اینه که اسکورسیزی صرفا اسمش روی این فیلمه و شاید یه جاهای نقش داشته در اینکه که بخواد دکوپاش بده یا میزانسن بده در کل فیلم خوش ساختیه فیلم به نظر من با اون موسیقی فوقلاد شرقی که پیتر گابریل یعنی هنوز ترک اینک انسانش هنوز تو گوش من هست با اون ساز شرقی فوقلاده بوده یه نکته هم که هست این که شاید آقای اسکوسیزی سالهای قبلش اومده از الخاندرو خودروفسکی یه الهامی گرفته این الهام چجوری من این فیلم الکساندر عل... خودروفسکی رو نمیدونم دیدید یا ندیدید اسمش هست کوه مقدس برای شما تریلرش رو فرستادم شبانی ما آه بله کوه مقدس ها شبه؟ دق... آره دقیقا یه س... یک فیلم پر نماد یه فیلمی که مستقیما دیگه حمله میکنه به مسیح و حالا اصلا فکر نمی کنم من پیشنهادش رو دادم در مورد این فیلم صحبت کنم صحبت کنیم حالا قرار شد تصمیم می گیریم صحبت کنیم آره تصمیم میگیریم ولی آره. من دو چیز گفتی سری بگم یکی اینکه که کسانی که خیلی نزدیک اسکورسیزی بودن و باهاش شام میخورن و اینا راجع به این مسئله صحبت کردن میگن که این دغدغه خودش بوده شاید دقیقا خیلی ها اینو اصلا ندونه یعنی یک اطلاعات درونی هستش که اتفاقا این چون تو فیلم میبینیم یعنی یه جاهایی که من اینو من اولش رفتم خوندم و مت... با این دید نگاه کردم دیدم آره قشنگ این یهوداهه مخصوصا آخر 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 که پیر شدن اینا میاد اونجا با این صحبت میکنه میگه من فکر میکنم تو قراره اینجوری کنی یعنی اصلا انگار قشنگ یه انسان توقعاتشو رو داره از مسیح میگه و دو اینکه پیتر گابلیر فکر میکنه اتفاقا توی این فیلم نوع موزیکش اون هم خیلی غم و ناله و یعنی کمک کرده به انحراف موضوع دقیقا فیلم در اختیار موسیقی در اختیار فیلم بود دیگه و خیلی هم تأثیر گذار بود من یادم این فیلم زمانی که اومد که به دست ما رسید تو ایران اون زمان فیلم کنم توی این کاست ها اومد هنوز سی دی وجود نداشت مادر خودم وقتی که این فیلم رو دی... اولا که ما این فیلم رو میذاشیم جزو اون کسایی که میامدن خونه فیلم میدادن با این ها که توش پر فیلم بود این رو میذاشتن جز فیلم‌های... فیلم آره فیلمی فیلمی اومده اینو میذاشتن جز فیلم‌های های صحنه دار مثلا بزرگتر سوال میکردن این فیلم صحنه داره گفتن بله صحنه داره این فیلم رفت جز فیلم‌های های دار. که من یادم پدر من این فیلم رو در آورد قسمت‌های های صحنه کات میکرد میدونست از کجاست با این فیلم جمع کنه کات میکرد می‌چسبوند. و اونجا با این چسبا تدوین کرد یه جوری برای ما که ما این رو کرد و ما این فیلم رو ببینیم و ما چقدر دنبال موسیقیش گشتیم که بعدا کاست اینک انسان اومد الو عکسش اکس فکر کنم الان بیاد رو. کاست اینک انسان اومد ما رو پیتر گابریل و اون ترک رو بارها و بارها گوش میدادیم و من یادم مادرم اشک اشک تو چشش جمع میشد و موسیقی خامش تاثیرگذار بود شدیدن حالا چه برسه با اون صحنه هایی که توی فیلم بود بریم جلوتر یه دو سه تا نکته جالبتر من در مورد این فیلم بعدا بهتون بگم و نکته ای که الهام گرفتن از الخاندرو خودروفسکی هم خیلی مهمه که نگاه کردن به این فیلمی که سال 1973 ساخته شد کوه مقدس یه ذره تو این فیلم دیده میشه بسیار عالی نکته ای که اتفاقا خیلی به نظر من حایز اهمیت هستش این که اسکورسیزی به عنوان یک مسیحی کاتولیک معتقد من این خودزنی رو خیلی واقعیتش درک نمی کنم که بیام بر باورهای ریشه کلیسای کاتولیک حداقل بیام در واقع تصورات، تخیلات، دقدقه های خودم رو به شکلی تزریق کنم که اون رو که یک درخت هستش در واقع با تبر اون رو زخمی کنم چرا که اعتقادات من، تصورات من و دغدغه های ذهنی من بر اون هستش من این رو نمیدونم ولی این درک نمیکنم و این رو بیشتر یک تلاش مزبوحانه بسیار حساب شده میدونم در زمینه دیگری که تعریف تاریخ هستش تعریف کتاب مقدسش هستش تعریف اتفاقات و وقایع به شکل بسیار به نظر من جبران ناپذیری هستش توی برنامه های پیشینم عرض کردم که خیلی ها اصلا به اصل منابع اصلا رجوع نمیکنن و اینها منابع اونهاست به خصوص کسی مثل مارتین اسکورسیزی فیلم رو ساخته باشه این خیلی مهمه و نمیشه از در واقع نظر من اینطوره تخلفی که این سازنده اثر مرتکب شده نمیشه صرف نظر کرد به جهت اینکه من دارم باورهای خودم رو در واقع بهش پوشش میدم من یک هنرمند هستم و دیدگاه های در واقع مستقل خودم رو دارم با این در واقع پوشش نمیشه دست به هر عملی زد و هر اثری رو ساخت به خصوص اگر این اثر اثری باشه که بتونه تفکرات جمع زیادی رو بخواد به چالش بکشه اینکه شما مسیح رو به عنوان یک صلیب ساز برای یهودیان در نظر میگیری روایت نامشروع بین در واقع مسیح و مریم مجدلیه رو در واقع متصور میشی به تصویر میکشی از طرفی میای عیسی مسیح رو یه شخص ضعیف نفس و گناهکار میای به تصویر میکشی بعد میای در واقع قریوتی رو میای به شکل به نظر من میشه یک ناجی که هی مثلا عیسی مسیح رو بیاره تو مسیر قرار بده و نجات بده اون در واقع هدفی رو که داره دنبال میشه خب همه اینا جایی بحث داره من واقعا این رو درک نکردم در طول فیلم که چطور میتونه شخصی معتقد به کلیسای کاتولیک حداقل و مسیحیت باشه و بیاد چون این تلاشی رو انجام بده و عملا تیشه بزنه به ریشه تفکرات جمع کسیری این رو خیلی دوست دارم که شب نیما در واقع در موردش صحبت داشته باشه بله خیلی میشه راجبش صحبت کرد نقطه که وجود داره دو دیدگاه راجع به این هست یکی اینکه واقعا من بخوام این رو بیام فیلم بکوبم راحت میشه کوبید ولی نقد های دیگه هم شده به فیلم ولی من همیشه یه چیزی رو میذارم این که اوکی مثلا ما پازلونی هم که نگاه کردیم من این رو اشاره کردم که گفتم این آدم اومده خیلی وفادار به کلام ولی یک حاله ای از ابهامات شخصیتی خودش رو انگار اوورده در فیلم یعنی ما داریم خود کارگردان رو تو فیلم میبینیم این هم حاله موضوع دیگه که با کارگردان شما ببینی بعد روایت رو ببینی، بعد ل... یعنی اون کارگردانی کارشو درست انجام میده که مصنوعی معلوم نشه خیلی فیلم می... اه اه ای آقا این کارگردان این کارو کرده های میزانسن دیدی اینو دیدی این میفهمی که چی میگین شما اصطلاحی داره کارگردان زد بیرون از رد پای کارگردان تو فیلم دیده میشه آره 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 ولی یه هستش که مثلا اینجا اینجا مثلا کارگردان راحت میشه دید به نظرم این فیلم خیلیه مثلا راجع به یهودای داستان چون میگم دوستای نزدیکش دغدغه دق اسکورسیزی میدونستان که چقدر احساس گناه داره و بارها می باش که صحبت میکردم میگفتن که تو بالاخره میری بهش یا جهنم خودشو جهنمی میدونسته و این یه چیز مذهبی بوده که درگیرش بوده و حالا میگم خیلی صحبت ها هستش ولی این فیلم برای یک عده میتونه از یک جنبه ای هم این باشه میگم لایاتی میشه کوبید ردش کرد ولی از اینکه حالا این آدم اومده به شکل عجیبی به ماجرا پرداخته حالا آقا بیا من کلای مسیحیتمون اصلا برداریم یا لحظه با هیچ ای فیلم این کارو نکردیم با این فیلم بکنیم بذاریم که نه اصلا مسیحی نیستیم فیلم بسیار عجیبه یعنی وقتی به فکر حالا چه رمان چه نویسنده و بعد چه کارگردان وقتی نگاه میکنیم خیلی عجیبه که به این تفکر برسن از این ور ماجراه داستان بخوان نگاه کنن تو بعضی از قسمت ها مثلا پولس با عیسی پولس داره موعظه میکنه عیسی این ور یعنی داستان اینه که ایسا میاد پایین از صلیب میره ازدواج میکنه بچه دار میشه مریم مجدلیه رو خدا میکشه بعد نشون میده ایسای فیلم در اون مدت رویای خودش رفته با مرد، مردها یا مریم خواهر ایلازر ازدواج میکنه به اون نظر داره دست اونو میگیره و بعد یه پولس داره مثلا معزه میکنه راجب مرگ و رستاخیز ایسا ایسای فیلم میاد میگه چرا علکی میگی اینا نشون میده که مخاطب دغدغه یعنی خود کارگردان میگه این دغدغه اون بوده که میگه آقا پولس هم که داشته معزه میکرده ایسا زنده بوده اینا پیام رو اشتباه کرده بودن چون در تاریخ مسیحیت این هست که یه بر میگن که مثلا تو فیلم داوینچی ما این خواهیم دید که شباهت هم داره به این فیلم که تو داوینچی هم میگن که مثلا تو تابلو میگن اونجا جام حذف شده و اون ای که باید اساسا نشانه عهد جدید باشه حذف میشه و به جاش مریم مجدلیه رو میاره اون پیاله و اون جام میدونه و میگه اصلا کسی که بغل ایسا نشسته یوحنا نیست بلکه مریمه و بعدن به خاطر حسادتی که شاگرد این روایت غلطی ها و بعد شاگردان چون حسادت میکردن و مریم مجدلی مریم مجدلی فرار میکنه میره فرانسه و بعد شاگردان مدارک و شواهدو همه رو از بی میبرن و طوری نشون میدن که چنین چیزی نبوده اصلا مریمی در کار نبوده عیسی مثلا تحویلش نمیگرفته و تا بتونن اصلا رو کلیسا بر زنستیزی بخوان چیز کنن تایید و تاکید رو این داشته باشن یعنی انگار شاگردان و مسیح پیام رو چرخوندن که بعد الان هم میبینیم که مثلا مسیحیت میگن زن ستیزه. حالا بحث داوینچی هستش که ما هفته دیگه بهش میپردازیم ولی موضوعی که الان اینجا داره ارائه داده میشه بسیار فیلم عجیبه از نظر یک کسی که مسیحی نیست ولی از نظر مسیحی به نظرم کاملا میشه ردش کرد چون اصلا فیلمی چیز نیستش که برای مسیح و مسیحیت چیزی برای گفتن داشته باشه چون شخصا فکر میکنم که صحنه های خیلی نامتعارف در این فیلم هستش و خیلی جاها خب زشت خنددار یه جاهایی یک جاهای عجیب و فکر میکنی که اه مثلا ببین طرف به کجا فکر کرده داستان تخیلی ساخته چجوری اومده ربطش داده بعد مثلا به موزه سرکو همه چیز در این فیلم مثلا موزه سرکو اصلا عوض شده مرگ صلیب عوض شده همه چی این فیلم اشتباهه این هیچ چیزی نداره که میخوایم فکر کنیم درسته ولی چند تا نکته بگم من دیگه صحبتی هم بعد این نمی کنم فقط خواستین یک خدافزی و جنبندی می میکنم ببینید ما زمانی که میخوایم نقد صحیح داشته باشیم راجع به این موضوع به خصوص باید بر اساس آموزه های الهیاتی و کتاب مقدسی قضاوت کنیم چون اومده تو هیته ما چون اومده راجع به عیسی مسیح صحبت کرده چون اومد راجع به روایت ما صحبت میکنه پس ما نمیتونیم بیایم اون نقد هایی که گفتم و داشته باشیم ما باید بر اساس یک اصولی نقدش کنیم و داریم اون اساس رو و اساسی که داریم که تا مقدس آموزه های کلیساست و آموزه هایی که ما درش داریم و دو هزار ساله که این تمرین و این کاری که کلیسا انجام میده پس شما وقتی دست میذاری روی شخصیت بزرگی مثل مسیح کسی که خداوند ما هستش با ارزش ترین و مقدس ترین کسی هستش که ما داریم دیگه متاسفانه نمیتونیم همین جوری بگذریم بگیم حالا این هم فیلم خوبیه این یکی از بدترین نوع فیلم هاست از این دید که توهین مستقیم داره میکنه به روایت توهین مستقیم داره میکنه به شخصیت مسیح و داره بزرگترین آموزه ما که عیسی خداست رو رد میکنه یک انسان نحیف ضعیف شکاک بدبخت بیچاره ای که وسوسه میشه وسوسه میشه به مریم میگه من گناهکارم به چیز به اشتباه نکنم به نتنایل یا یکی میگه که در من میگه شیطان در من است اصلا یه جایی میگه دیالوگای بسیار عجیب غریب داره که با آموزهای ما اصلا ربطی نداره و همه توهمات فیلمساز هستش یا از اون رمان گرفته شده و در ادامه بعد این رو بگم که حتی اگه بخوایم فیلم رو درکم بکنیم بگیم نفهمیده یا به هر دلیلی اومده یه حرکتی انجام بده خیلی هم بگیم حالا قصد توهین نداشته و دق دقه شخصیش بوده به نظر من نمیشه از زیر بار این مسئولیت و بزرگی این ماجرا قصر در بره درست مورد تکفیر قرار گرفته و جای دفاع هم نداره و نمیتونه هم داشته باشه چون که اونجوری باشه اسلام هم حرف داره برای گفتن مرمون ها حرف دارن برای گفتن مسیحیت یک اصولی داره و این اصول زیر پا گذاشته شده و کاملا از بین رفته و این کار رو من شخصا حمله به مسیحیت میدونم و در هر جایی در هر فلسفه و مسلکی شما وقتی به اصل ماجرا حمله میکنی خب حمله کردی دیگه پس این یک حمله تلقی میشه و حمله به سرکرده و ارباب بانی اون تفکر شده یعنی به تعالیمش هم فقط نبوده این خیلی شخصی کرده ماجرا رو یعنی اوریانی و این یک سری سیستمایی که قشنگ اومده ایسا رو بولد کرد برجسته کرده و بعد حالا من فکر می که خود کارگردانم اون یعنی تفکر پشت فیلم در قالب یه، یهودا اومده و داره میره جلو خیلی صحبت اینجا من یادداشت کردم ولی خب وقت نیستش که همش صحبت کنیم من صحبت ها توی جنبندی خدمتتون عرض میکنم مهدی عزیزم اگر صحبتی داره برسه توی این وقت کوتاه که داریم انجام داری. بده مرسی مهدی جان نکته ای که هستش حالا در واقع شدم جالب باشه که فرانکو زفرلی کارگردان ایتالیایی وقتی که میبینه که فیلم آخرین وسوسه این مسیح با فیلم او مشترکن در یک فستیوال حضور داره فیلمش رو بیرون میکشه به جهت اینکه این فیلم رو کاملا یک فیلم در واقع قبیه میدونه و اصلا شایسته نمیدونه که با فیلم اسکورسیزی در یک موقعیت قرار بگیره و جالب هم اینجاست که اتفاقا شبان ما اشاره کردم بهش که همین فرقی مرمون ها که خودشون اصلا یک بدعت های عجیب و غریبی دارن این فیلم رو نفی کردن خب شما ببینید که مثلا داستان تا کجا پیش رفت آقای اما من سوالم اینه و اصلا مطلبم اینه خیلی هم برام مهمه دغدغه دق منم همیشه بوده میخوام بدونم که واقعا یک هنرمند یک فیلمساز در هر جایگاهی اسمش هر چیزی هر کسی که میخواد باشه هر تعداد فیلمی هم که ساخته باشه تا چند اندازه میتونه به خودش اجازه بده که وارد یک هیته به بهانه هنر به بهانه ساخت یک اثر هنری یک اثر سینمایی هر طیفی از هنر که باشه در واقع پا رو به قولی خیلی بی پرده پا رو از گلیمش دراستر کنه و وارد حوزه بشه که میدونه که اون حوزه در واقع به نوعی خط قرمزی هستش که اساسا نباید وارد اون شد چرا که در واقع بخش زیادی از تاریخ رو جریدار میکنه به زم من و الان در واقع برای من خیلی علاقمندم بدونم که تو در واقع چطور تصور میکنی این موضوع رو که یک هنرمند یک فیلمساز در جایگاه آقای اسکورسیزی اصلا آقای اسکورسیزی سخف سینمای دنیا تا چه اندازه میشه وارد این حوزه شد به بهانه ساخت یک اثر هنری خب من یه نکته‌ای رو بگم که اصلا کلا این اینه که خیلی جالبه خیلی گفتی ما دو فیلم خیلی خوب گفتم قبل از این فیلم از اسکورسیزی داریم گاو خشبگین راننده تاکسی که خیلی سرا صدا کرده و به نظر من برای اینکه بخوان یک مسئله ای رو اشاعه بدن و یه جور دیگه ای به نظر من بذار اینجوری بهتون میگم به نظر من میخوان تست بکنن به نظر من یک جریان سازی میتونه تست بکنه چه که ببینیم که چند درصد از مردم صداشون در میاد خیلی راحت بهتون بگم و چه کسی اگر اون فیلم رو اون زمان مهدی گنجیفر میساخت هیچکس هیچ کس تو سینما نمی اومد ببینه واقعا ولی اسکورسیزی ساخته او این فیلم وسوسه مسیح کارگردان اسکورسیزی من اینجوری تصور میکنم که واقعا این فیلم یه فیلم سفارشی بوده و شاید پشت این داستان داستانی باشه که حمایت فیزیکی هم از اسکورسیزی می شده و گفتم آقا ما جونت هم سالم نگه می داریم ولی اسمت رو این فیلم باشه کارگردانی بکنی و با اون تیمت بیای این کار رو انجام بدی که ما یه جریان سازی انجام بدیم و من اعتقاد دارم توی دنیا یه سیستمی وجود داره که وقتی که یه جا میخواد یه چیزی جون بگیره ریشه بدونه اون جلوی جریان سازی گرفته میشه و چه چیزی بهتر از مدیوم سینما برای گرفتن جلوی این که بخواد اشاره پیدا کنه قطار در حال حرکت و همیشه به این سنگ میزنن و این سنگایی که میاد سمتش و چه کسی بهتر از اسکورسیزی که همه میشناسنش فیلم های خوبی داشته و اومده و ازش استفاده کردن شما بعد بعد جریان رو نگاه کنید بعدش یه فیلم های قوی تری ساخت اسکورسیزی پس به نظر من اون یک داستان جریان ساز بوده و هنوزم معتقدم که حالا بعدش در مورد داوینچی هم که میخوایم صحبت کنیم بی ربط به این داست به این فیلم نیست شاید داوینچی کدم از این الهام گرفته و با اون داستان تخیلی که درست کرده خواسته بگه که نوادگانی بعد از مسیح وجود داشتن و حتی یه نکته خیلی جالب یک مستندی من دیده بودم که حتی نمیدونم شما نیما شاید دیده باشه شاید هم شما هم دیده باشین که قبری پیدا کردن که مستنده و مسیح اونجا بوده و سه کودک اونجا پیشش بودن و, و خیلی چیزای دیگه آره اینا. من صحنه هایی از این مستند رو دیدم اینها چیزاییه که به نظر من میان که میخوان جلوی یک رشد یک شاخه ای رو بگیرن و میان از آدم بزرگ استفاده میکنن چرا از من نمیان استفاده بکنن چرا نمیدونم از در مقابل یک موجی از بازیگرای درجه دو سه استفاده میکنه یا بازیگرای تئاتر استفاده نمیکنه میان یه دفعه آقای ویل رو میارن که یه دفعه یه چک بزنه توی گوش مجری برنامه اسکار که یک جریانی رو بسازه و اون اسکاری که بعد از دو سال سه سال توی کرونا خیلی کم شده بود یه همه زوم کنن بیان و بازدیت میلیونی بگیرن اینا جریان سازیاییه که به نظر من انجام میدن از قدیم بوده هست و خواهد بود و شاهدش خواهیم بود در آینده این کلیتیه که من به ذهنم رسید من با این صحبت موافقم و فقط میخوام یه اشاره کنم چون ما به خدا اعتقاد داریم چون به خدا اعتقاد داریم به شیطان هم اعتقاد داریم و باید داشته باشیم این, این چون الان وقتی راجع فیلم داوینچی گودم صحبت کنیم چون ریشه ناستیکی داره فیلم ناستیک ها هم بر این مسئله نیک و شر همیشه این دوالیزم که در زرتشت هم میبینیم این بوده و این اصلا حالا دقدق اسکورسیزی هم بوده یعنی این دو تا حالت فرمان برداری و نایتاعتی که اصلا وسوسه همینه دیگه یعنی ته فیلم که نتیجه گیری میشه حالا من خیلی حرفا دارم اگه شد با مهتی بعدا صحبت میکنیم قانش میکنم که این سفارشی اونجوری به نظر من نبوده سفارشی از این دید بوده که سفارش شیطان بوده ببین اگر ما خدا رو قبول داریم و بعد شیطان رو قبول داریم شر رو قبول داریم از سیستمی به نام دنیا استفاده میکنه بر ضد حقیقت که ما بهش میگیم ضد مسیح این ضد مسیح فیلم زیادی ساخته خودت گفتی ابزار خیلی مهمیه در جوامع بشری پس صد درصد اگر چنین چیزی بر ضد مسیح بخواد ساخته بشه یکی از اونها میتونه فیلم باشه که من فکر میکنم که اسکورسیزی ناخواسته این رو اینجور ساخته که اینقدر بخواد به ضد مسیح صحبت کنه در این فیلم با آخرین وسوسه ای که اینجا رخ میده کسانی که دفاع میکنن از این فیلم من اینم بگم کسانی که دفاع چون خیلی دفاع میکنن ازش دیگه متهم میشن به اینکه شما مدرنین شما لیبرالین و اینکه بدعت و کفر رو انگار دارن تایید میکنن و بعد ماهایی که حالا فیلم رو نقد میکنیم و رد میکنیم متهم میشیم به اینکه شما بنیادگرایین شما خیلی دیگه مثلا دوگمین و اینکه فیلم رو بر اساس آموزه های الهیاتی کتاب مقدسی دارین قضاوت میکنین نه بر اساس هنر و روند فیلم و این چیزا گفتم این موضوع موضوعی نیست که شوخی بردار باشه و برای همین جای بخششی فیلم متاسفانه نداره خیلی بحثا هستش خیلی هم هنوز فکر کنم وقت داریم حالا صحبت کنیم هر وقت که پیمان جان شما بگین ما من یه نکته رو بگم از لحاظ آنتی آنتیکرایست که گفتین یا همون ضد مسیح که گفتیم ما لارس فونتریه رو داریم فیلم ضد مسیح صدا علنا دیگه روش زده ضد مسیح و به هر حال از ساختا ساختار ایراد گرفتن و, و میکوبه تا انتها میاد ولی به نظر من شاید سیستم خواسته شاید رفتن چی پیش فرانسیس کاپولان بهش گفتن که آقا بیا این فیلم رو بساخت شاید اون قبول نکرده و چون که اسکورسیزی شاید اون تفکرات مذهبیش یه ذره شاید پنجا پنجا بوده و زیاد رو به بالا نبوده شاید اینو قبول کرد شاید کارگردانه دیگه هم بودن این نظر شخصی منه و به نظر من فیلمیه که خوش ساخته سوتی داره یه چند تا دونه سوتی داره توش که بخوایم بگیم ایراد داره و همون پر کرده دندونا رو بهتون میگم هیچ کارگردانی وقتی که میبینه که یک بازیگری از لحاظ دندونی هم حتی مشکل داره اون ریزکاری ها رو حساب میکنه که خب از یه زاویه دیگه حداقل دوربین رو بگیر ولی باز کاشت دوربینش باز فاز قاب که انجام داده به نظر من زمانی که اون قاب تصویری که همه به صلیب کشیده شدن با پا اون پاهای خمیده روی صلیب و وقتی که مسیح روی صلیب رو بالا میارن از پشت دوربین میگیرتش اینا قاب که خشنگ توی سینما آدم دوست داره این قاب رو ببینه رنگ و لوآبا رو دوست داره ببینه دکوپاج رو دوست داره ببینه ولی به نظر من شاید چندین گزینه بوده که آقای اسکوسیزی قبول کرده این اثر رو بسازه و پیش به تنش مالیده و در آیندهش اومده یه دفعه گرگ والستریت رو ساخته که ترکوند نمیدونم شادر آیلند اون هم ایلندس. حالا جالبه آنه. اون هم شخصیت های اسکورسیزی تو اون فیلم ها و چند تا فیلم قبلیش که همین یهودا هم توش نقشه خوب و درستی داشته که نگاه میکنیم اینها هم نتیجه گیریایی توش هستش که باز دوباره خود اسکورسیزی تو اینا هستش حالا مثلا من الان داشت سوال میکرد راجع به خیلی فیلم جای خنده داره دیدی عیسی یهو قلبش شده در میاره میگیره در... اصلا هندی شد یهو یه, یه جاهایی اینجوری یه... میشه آره یه... یه... یعنی من, می... من متوجه میگم مثلا دوربین اومد این صحنه خوب بود اون این بود حالا عجیب بود چون فیلم برای اونایی که سورهال هم دوست دارن ممکن اصلا سورهال باشه بگن آقا اونجوری نگاه کنیم بهش ولی به نظر من فیلم خیلی خنددار هم بود یه جایش اصلا نکته اینجاست که آقای اسکورسیزی مثل همین پلانی که در واقع شما اشاره کردی هم که اشاره کردید به نظر اصلا تو جاده خاکی میره یه هو یعنی وارد اصلا یه دنیای عجیب و غریبی میشه و همین که این فیلم در گیشه شکست خورد نشان دهنده جو مخالف این فیلم هستش بلازه در واقع تماشاگران عام و حالا مخاطبینی که بیننده های حرفه‌ای سینما هستند همین نشون میده که در واقع این فیلم تا چه اندازه با اقبال روبرو شد و یا خیر من میخوام که در واقع به نکات پایانی خودتون لطفا اشاره بکنید شب و از شما شروع من نکته پایانی فقط یه چند تا جمله هستش میخوام به اون آخر اشاره کنم که فیلم زمانی که نشون میده که خب عیسی مسیح میگه خداوند خداوند چرا مرا ترک کردی گفتم اون دخترک میاد و از اونجا اون وسوسه نهایی مسیحه که انگار داره نشون میده مسیح نمیخواد بره رو سلیم. ببینید مرد زنده مرد کردن ایلازر غلط در غلط تو فیلم اتفاقی در شام آخر داره میفته که مهمترین است غلطه دوباره اونجا که مریم هم نشسته اصلا اونجا فقط شاگردان عیسی بودن و بعدش توی داستان باغ جتسیمانی که عیسی مسیح داره دعا میکنه و اون لحظه آخر داره میگه من نمیخوام اینجوری نیستش اصلا عیسی مسیح اومده بوده که بره رو صلیب دعایی میکنه در باغ جتسیمانی میگه خداوند اگر راه دیگه ای وجود داره این پیاله رو از من برگردم که اشاره پیاله به مرگ خودش داره میکنه و میگه که نه بخواستم بلکه به اراده تو که اراده او را در 600 سال قبل در کتاب به نام کتاب اشعیا فصل اگر اشتباه نکنم الان پنج و, ده هستش که میگه اراده او چه بود اراده این بود که مسیح را له کنه پس مسیح باید له میشد ما میدونیم و خود مسیح هم میدونست که قرار بیاد بمیره چون پیشگویی کرده بودم اینا رو ولی میبینیم که روی صلیب وسوسه میشه دوباره و اون داستان ها پیش میاد و بعدش در لحظه آخر که یهودا میاد بهش تشر میزنه میگه نه من میخوام بمیرم خدا یا جون منو بگیر مرا من قربانی کن من میخوام به با این اشاره کنم که دوستان فلسفه مسیحیت روی صلیبه یعنی زمانی که ما میگیم مسیحیت رو در یک کلمه بخوایم توضیح بدیم اینه که انسان گناه کرد خدا برای پاکی این گناه از بین بردن این گناه قربانی داد و چون باید قربانی خیلی قربانی ارزشمندی می بود که بتونه گناهان بشر رو برداره خودش خودش جس پوشه و خودش این گناهان رو بر دوش کشید و برای همین میگیم که عیسی خداست چون که فقط خدا میتونست برای ما قربانی بده قربانی که کفایت پاکی گناهان رو بر مقام بیاره داشته باشه و بخشش گناهان رو بر مقام بیاره پس عیسی خدا بود و روی صلیب برای گناهان انسان مرد تا بخشش گناهان رو بیاره پس تمام این داستان ها و این وسوسه ها رو وقتی ما در اصول آموزه های مسیح نگاه میکنیم به راحتی رد میشه و نشون میده که چقدر دشمن میخواد حمله کنه به حقیقت و اینکه اساسا داره بر میداره قربانی صلیب و به صلیب و به شخص مسیح داره حمله میشه این فیلم هم به نوعی داره حمله میکنه خب طبیعتا رد میشه دیده هم نشه بهتره اگر میخواد دیده بشه حداقل این ویدیو رو بفرستن ببینن دوستان یه مقدار ممکنه آگاهی بده چند تا مقاله چیزی نقدی بخونن و بدونن که مسیحیت واقعی چی میگه و بعدش حالا دوست داشتن نگاه کنن ولی این فیلم چیزی نداره برای گفتن و خیلی توینامیز و متاسفانه کفرآمیز هستش خب از لحاظ این من یه روتن تومیتوزش رو بهتون بگم 84 درصد آدینس رای دادن 84 درصد و اینکه آی ام بی هفت و نیم از ده امتیازیه که نمیشه بهش گفت با اون خوشبختانه همه آدما تو دنیا هر چیزی که من میکنن میرن سمتش و این نظریاتیه که به خاطر منع یک کاری به وجود اومده من پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببینید ولی بدون دانش مسیحیت این فیلم رو نبینید با دانش مسیحیت این فیلم رو ببینید که تفاوت‌ها رو حس بکنید در کل فیلمیه که حالا هوای دهه هشتادی رو در خودش داره اون اونجوری کلاسیک نیست این جزیره مدرنیسم هم نیست ولی پیشنهاد میکنم که با یک دانش ببینید اگر دوست داشتین بعد از این برنامه هم برید یه بار دیگه ببینید که یه روشن تر بشه داستان براتون من سخن دیگه ای ندارم فقط این که اسکورسیزی همیشه اسکورسیزی فیلمای خوبی داره این یه دونه به نظر من یه ذره نمیدونم بعد بس خودش بپرسیم شاید بعدها در بیاد که چی بوده داستان و خودش یه جا کنه راستی سوالی میخواستم بپرسم خونه رو عوض کردین جان و با ما, ارزم به حضورتون که ما داریم دکور جدید رو میزنیم برای سری جدید سینما مکاشفه <applause> یواش یواش داریم آماده میشیم که امیدوارم که آره دیگه فداتون میشم سپاسگزارم ما در خدمتون هستیم <تصفح> خدمت مرسی, مرسی خیلی ممنونم من نکته ای که اتفاقا مهدی عزیز اشاره کرد نسبت به اینکه آگاه فیلم رو ببینیم واقعا خیلی مهمه به جهت اینکه ترجیح بر اینه که ما یک بیننده فیلم آگاه باشیم و به این نکته توجه کنیم که تمامی این فیلم ها به خصوص آثاری که پیش زمینه های مهم می دارن همه اینا بر مبنای یک در واقع اسنادی ساخته می شند و ما بهتری که نسبت به این موضوع آگاه باشیم که آیا آثاری که می بینیم واقعا پایبند به اصول و بنیاد مکتوبشون هستن یا خیر و بر اساس صرف دیدن فیلم ها بر تاریخ یک اصلی در واقع قضاوت نکنیم و نسبت به اون گرایش نداشته باشیم این خیلی امر مهمی هستش خیلی ممنون به نکاتی که اشاره کردید در رابطه با فیلم آخرین وسوسه مسیح خب ما هفته دیگه فیلم رمز داوینچی رو با هم دیگه در واقع میبینیم و بررسی میکنیم که من خودم معتقد هستم که اون فیلم قسمت دوم آخرین وسوسه مسیح هستش که در واقع در یک اشل دیگه ای ساخته شده عزیزان آنچه دیدید نگاهی بود به فیلم آخرین وسوسه مسیح ساخته مارتین اسکورسیزی در سال 1988 محصول آمریکا